سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک با ما. آقای قاسمی نژاد، به نظرتون چیزی فراتر از این هشدارهای دیپلماتیک و احضار خواهد رفت تنش بریتانیا با ایران بر سر وضعیت روزنامه‌نگاران ساکن در این کشور، یا به همین اندازه اکتفا میکنه؟ من امیدوارم که بیشتر بره. ما از زمانی که آقای جانسون اومدش و دولت رو در دست گرفت، انتظار داشتیم که دولت بریتانیا در واقع واکنش‌های جدی‌تری نشون بده که متأسفانه دیده نشد. جانشینشون هم این کار نکرد. می‌بینیم بحث تهدید جانی شهروندان کشورهای غربی، حالا دو مدیتی ها، یک بحثی هستش که بسیار دامنه دار هست، فقط در بریتانیا نیست، در ایالات متحده شما از مواردش آگاه هستید. موارد بسیار زیادی هستش که اعلام عمومی نشده و متاسفانه تا به اینجا اون چیزی که ما دیدیم این هستش که واکنش ها به این که با کسانی که جونشون در خطر هست، حالا FBI نهادهای دیگه در تماس باشن که کار بسیار خوبی هستش در واقع این خطرها رو مانیتور بکنن. اما اون کاری که باید بشه به تمام این دولت غربی باید بکنن این هستش که شبکه های نفوذ جمهوری اسلامی، شبکه های ترور جمهوری اسلامی، بسیاری از اینها به هر حال قابل شناسایی هستند، بسیاری از اینها کسانی که وابستگی دارن به نهادهای تروریستی رو این دولت ها میدونن. مثلا در همین به هر حال امریکا مواردی بوده که افرادی که وابسته به بسیج بودن، وابسته به سپاه بودن، نهادهای امنیتی هم از اونها حضورشون مطلع بودن. اما نکته ای که هست این هستش که متاسفانه این نهادها ترجیح میدن که اینها رو مانیتور بکنن، برای اینکه ببینن اینها با چه کسانی حرف میزنن. حالا نمیدونم، ممکنه بخوان شنودشون بکنن، ممکنه بخوان اینها رو ریکروت بکنن. ما انتظاری که داریم این هستش که اینها رو در واقع بریزن بیرون از این کشور، برای اینکه جان شهروندها رو هستش که در خطر میندازه. و بگم من جامعه حالا ایرانی آمریکایی، ایرانی بریتانیایی، این فشار رو در هماهنگی با حالا احزاب اپوزیسیون، با نهادهای مدنی اون کشورها باید بیارن برای اینکه یک واکنش جدی‌تر نشون داده بشه، برای اینکه جان شهروندها که شوخی نیستش. که شما یک سری آدمی که میدونید اینها ممکنه 50%، 60%، 70% تروریست باشن، اینها رو بگید ما می‌خوایم اینها رو مانیتور بکنیم، شبکه‌شون رو شناسایی بکنیم، خب اینها میان یک نفری میزنن میکشن، اون نفر که دیگه زنده نمیشه بعد از اینکه حالا به قتل برسه. آقای قاسمی نژاد، حالا ایالات متحده آمریکا معمولا سر جان شهروندانش دیگه یک خط قرمز مشخصی داره با همه دنیا، ولی در اروپا شما به یاد دارید بارها بوده شهروندان عموما ایرانی تبار، عموما نه اصلا تماما فکر میکنم همشون ایرانی تبار اروپایی، که یا کشته شدن یا روبوده شدن و خیلی هم واکنش عجیب غریبی اروپایی ها نشان ندادن. بله، دلیلش دو نکته هستش. نکته اول این هستش که آمریکا یک تحریم‌های اولیه‌ای در تمام این سال‌ها داشته که اساساً خیلی رابطه اقتصادی با جمهوری اسلامی ندارن. فقط هم بحث پولش نیستش. وقتی شما رابطه اقتصادی دارید، اتفاقی که می‌افته شبکه‌های بزرگی از نفوذ، شبکه‌های بزرگی از ارتباطات تشکیل میشه که اون وقت برخورد سخت میشه. نکته دیگه همین هستش که به هر حال اروپا با جمهوری اسلامی بسیار نزدیک‌تر هست، مرزها کنترلش سخت‌تر هست و اینکه اروپایی‌ها به هر حال می‌ترسن در این تا یک حد زیادی. اما اون چیزی که ما به صورت تاریخی دیدیم این هستش که جمهوری اسلامی رو شما هر قد که جلوش کوتاه بیاید، هر قد که ازش بترسید، اینها پرروتر میشه، اینها واکنش‌های تندتر نشون میدن و تا سابقه تاریخی همین داره. یعنی اروپایی یک بار بعد از میکنوس این سفرهای خودشون رو فراخ مونده، سفرهای اینها رو اخراج کردن و جمهوری اسلامی یک مدتی کاری به کار وارد این فعالیت های تروریستی نمیشد. باز دوباره بحث های اصلاحات و فلان اینا شد، اینها جای پاشون رو باز کردن، اروپایی ها به قول معروف شل شدن و اینها دوباره شروع کردن به انجام این فعالیت ها. همون فیلم گفتید افراد رو میکشن، افراد رو میدزدن و اروپایی ها متاسفانه واکنشی نشون نمیدن. من امیدوارم که این اتفاقی که الان افتاده واقعا هم اونقدر مربوط به این انقلاب ایران نیستش، بیشتر مربوط به این هستش که جمهوری اسلامی الان داخل یک جنگ در اروپا هستش، که اینها این براشون یک در واقع رنگ خطر رو بسیار در آورده باشه که با آخوند، با روزه و گفتگو و اینها نمیشه برخورد کرد. آخوند رو باید زد تو سرش برای اینکه عقب بشینه، ولی هر قد شما عقب بشینید اونها هی جلوتر میان.
ممنونم از شما سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک.